من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم که شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه، درود به انسانیت شما و تلویزیون ملی ما، تلویزیون کلمه است نه تلویزیون خودمون. سلام بر شبکه جهانی کلمه و موحدین عزیز و هدایت یافتگان عزیز. پیامم این است به نظام ایران، چرا از مردم اهل سنت ترس و واهمه داری؟ اگر واقعا ریگی در کفش نداری، اگر دروغ واقعا نمیگویید، چرا نمیشینین درست بحث و مقایسه کنید ببینید شما راست میگید یا اهل سنت راست میگه؟ اگر شما ریگی در کفش ندارید، هر روز هر هفته جوانان اهل سنت و به بهانه‌های مختلف دارید اعدام میکنید. آیا نمیگید دادگاه الهی هم هست؟ انشالله و تعالی خامنه‌ای در دادگاه الهی اونجا رفتی محاکمه میشی. اگر به این دنیا نشی حتما به اون دنیا محاکمه خواهد شد. بس دیگه، این همه کینه و بغض و عداوت علیه اسلام واقعی نکنید که یک روزی دامنگیر شما هم در این دنیا میشه، هم در اون دنیا دادگاه الهی میشین. اینقدر از اهل سنت و وحشت و ترس و اینا نداشته باشید. خدا نگهدار. با سلام، لطف کنن مردم در روزی که قراره که دولت یا نظام اقدام کنه به راهپیمایی یا تبلیغات، مردم بیرون نرن که نگاه کنن، زیرا خود به خود که نگاه میکنین در تهران همه روز مثل اینکه راهپیمایی خودش جمعیت. بنابراین در اون روز نرن، کسی بیرون نره تا بدونن که بابا مردم از شما ناراحتن، حکومت مردم ازتون ناراحتن، خودتون رو به این در به اون در نزنید، دل مردم رو دیگه نمیتونید به دست بیارید، مردم رو خونالود کردید، مردم رو غمگین کردید، مردم رو عزادار کردید. یه مقداری فکر کنید با مردم چه کار کردید. مردم 40 سال تلویزیون باز میکنن، اعدام، کشته، یه شغلای بیمعنی مثل کولبری. مگر انسان، استغفرالله، مگر انسان چارپاست که شما اجازه میدید اینا به نام کولبر باشن، بار حمل کنن؟ انسانی که خداوند آزاد آفرید، ایرانی که از خارج میامدن تو ایران کار میکردن، کارگری، حالا جوان ایرانی، مرد مسن ایرانی باید بره خارج کار کنه، اونا هم بروش بسته شده. اعتبار این مردم رو همه جا خراب کردید. یکم فکر کنید، حتی خودتون هم جایی نمیتونید برید، همه چیز رو بر مردم تلخ کردید. فقط از خدا میخوام، خدایا بار پروردگارا، همینطوری که در سال 57 به احترام کلمه اسلام، به احترام کلمه اسلام مردم متحد شدن، گفتن خب خبری اسلام و ریختن به خیابون و اون داستان درست کردن و حکومتی به نام اسلامی درست شد. به هر حال خدایا همینطور که مردم به احترام کلمه اسلام اومدن و قبول کردن و اون نظام به هم ریختن، خدایا به احترام همین مردم، خدایا خودت این رژیم رو از سر این مردم دور کن. خدایا از خودت انتظار دارن مردم، یا الله از خودت کمک میخوایم، مردم بیکار ننشستن، مردم هم دست بیکار شدن، ولی خدایا اصل کمک از خودته، یا الله. برو جلو. من به همه سیاستمداران آمریکا و اروپا و سازمان ملل و همه نهادهای جهانی باید عرض کنم که رژیم جنایتکار ایران هیچ گونه اصلاح طلب، اصلاح پذیر نیست. دادن کوچکترین امتیاز به این رژیم کثیف جنایتکار خیانتکار، خیانت بزرگ به جهان و بشریت انسانیت میباشد. ما از دولت آمریکا و اروپا، سازمان ملل و همه نهادهای جهانی فقط یک خواسته داریم، آن هم نابودی رژیم ایران و همین زودی. نه برجام میخوام، نه مذاکره میخوام، نه توافق هسته و نه غیره.
فقط نابودی رژیم را میخواییم. دولت‌های آمریکا و اروپا در این 42 سال بزرگترین خیانت و جنایت را به مردم ایران کردن، چون همدست بودن با رژیم ایران. دولت‌ها و سیاست‌مداران آمریکا و اروپا و سازمان‌های و نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل و همه بین‌المللی اگر به بشریت واقعی اعتقاد دارن و انسانیت را می‌قبول دارن و بویی از انسانیت و شرافت و انسانی و وجدانی بویی بردن، برای جبران خیانت‌هایشان و جنایت‌هایشان که در طول این 40 سال با رژیم ایران همدست بودن، حالا باید برای جبران آنها رژیم ایران را هر چه زودتر نابود کنند و بشریت را نجات بدن، نه فروش سلاح‌ها، سلاح‌های خودشان برای نابودی بشر و نابودی انسان‌ها. فقط باید همین کار رو کنن. ما نابودی رژیم می‌خوام در عرض 10 روز، بیشتر هم نمی‌خوام، در عرض 10 روز. ممنونم از لطف شما، احمد هستم. لطف بفرمایید در همه شبکه‌ها این پخش بشه. این حیاتی پیام من، حیاتی برای هم ملت ایران، هم برای خاورمیانه، هم برای منطقه، هم برای جهان. تشکر میکنم. خواهش میکنم از شما پخش بکنید. بعد از شنیدن بوق، آقای کیانی شما اگه خودت بدی، اونا منافق بودن، اونا کافر شدن، اونا از دین خارج شدن. هی نگو ایها الناس ایها الناس، یه عده بودن. بیش نفهم خودتو نده، هر کار کنی اونا از دین خارج شدن، کافر شدن، رفتن. حالا خودت بده تو. آقایان مسئول، دشمن پروری در درون خودتون هست برای فریب دادن مردم، اما نیز این پیمانه پر شود. دیگر جایی برای شما نخواهند ماند، زیرا فریب دادن مردم لازم است برای فریب دادن و دشمن پروری. سلام علیک. بله، این آقایونی که ادعا میکنند ما ام القرای اسلام هستیم و به ظاهر اسم اسلام دارن یدک میکشند، چطور از مساجد اهل سنت که در همسایگی شما هستند ترس و واهمه دارید و آنها را تخریب میکنید؟ این یک مسجد بود که در آن ذکر خدا میشد، جبهه جنگی نبود که شما شبانه لشکر کشی کردید و آن را تخریب کردید. یعنی با این کارتون میخوایی به شما مدال بدن؟ نه خیر، این مردانگی نیست، بلکه تا جهان هست و تا تاریخ هست این نام و ننگیست بر شما، این ننگیست بر دامن شما و این بی‌آبرویی و خیانتیست، چون تاریخ 42 ساله شما نسبت به اهل سنت مشخص است، روشن است، و غیر از خیانت تزویر چیز دیگری نیست. الو سلام. سلام بر شبکه کلمه. آقا من میخواستم بگم چند هزار سال قبل از پیغمبر، خدا و تعالی هر وقت ابراهیم فرستاد برای ادهی از او ناباورا که دست ساز خودشونو می پرستیدن، یعنی بهشون بگه این کارشون اشتباه است، یعنی کسی که از دست ساز خودش بر دست ساز خودش سجده داره. ولی همین الانم یه عده از مردم هستن، از ملت هستن، دست ساز خودشانو می پرستن، یعنی سجده می برن مثل مخ، مثل تسبیح. آقا جوابشون چیست؟ اینا چی هستن؟ خدا حافظ. ابراهیم از کردستان. من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. به شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه، درود به انسانیت شما و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون.